بسم الله الرحمن الرحیم با نام و یاد خداوند قادر متعال و با درود و سلوات به پیشگاه سید رسولان و خاتم پیامبران و خاندان پاک و تاهیر خدمت شما بینندگان عزیز امی تلویزیون جهانی هادی سلام عرض میکنم امیدوارم هر جایی که هستید حال دلتان خوش باشه بسیار خرسند هستیم که بار دیگه در اولین روز هفته در شام هم به دیگه با برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم با شما خوبان و گرامیان هم کلام و هم صحبت هستیم در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد فسیحی غزنوی هستیم با موضوع نگاه به خطبه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در کوفه سلام علیکم جناب استاد گرامی بسیار بسیار خوش آمدین به برنامه خودتان سلام علیکم و رحمت الله علیکم السلام و رحمت الله اعوذ بالله السمیع العلی من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعیم و الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین خوشحالم که در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم امیدوارم که آنچه گفته می شود مورد توجه و عنایت بیبی زینب سلام الله علیها قرار گرفته باشد و مورد توجه بینندگان گرامی هم قرار گرفته باشد در خدمت شما هستم خواهش میکنم بسیار لطف کردید چند هفته که در خدمت شما هستیم با این موضوعی که من خدمت بینندگان عزیزی و گرامی هم اعلام کردم نگاه و مروری بر خطبه حماسی و دشمن شکن و غرور آفرین و عزت ازتا، اما کوتاه بی بی زینب کبرا در کوفه چند جلسه در خدمت شما بودیم صحبت های بسیار مفید و ارزشمندی از شما شنیدیم چی در باره مقدم و با اونهای مقدمه در زمین های این خود در فضایی که خود خطبه وارد شده و در جلسه گذشته خب شما وارد خود خطبه شدید و چند جمله ای که از این خطبه برای ما نقل کردید و توضیح دادید ما فهمیدیم که این سخنان چقدر کوبنده هست عنصر حماسه چقدر در این سخنان کوتاه که در او وضعیت بی, بی زینب کبری بیان کرده چقدر پررنگ پر رنگ هست در بخشی از این خطبه حضرت زینب کوفیان را نفرین میکنه سرکوبشان میکنه نهیب میزنه خب این نفرین حضرت زینب به چی صورت بود و چه عواقب برای کوفیان داشت بله همان گونه که فرمودید خطبه حضرت زینب سلام الله علیها خطبه کوتاهی است با توجه به شرایط زمانی و مکانی که حضرت قرار گرفته بود طبیعی بود که خطبه کوتاهی را ایراد کنه بله. هدف حضرت هم از خواندن خطبه انجام وظیفه و تکلیف بوده و بیداری مردم و بصیرت افزایی برای مردم بوده این خطبه در حقیقت سه چهار فراز بیشتر نیست که فراز اولش ما در برنامه قبلی خدمتی بینندگان گرامی عرض کردیم بلی. در اون خطبه دوسه ویژگی و خصوصیات مردم کوفه همانند یک دانشمند جامعه شناس که از عمق جامعه کوفه اطلاعاتی دقیق داره حضرت بلی. ویژگی ها و خصوصیات مردم کوفه را بیان میکنه و بعد در پایان همون فراز مردم کوفه را مورد نفرین قرار میده که اشک چشم شما نخوش و ناله و فریاد شما ساکت نشود و آرام نگیرد خب چرا حضرت نفرین کرده آیا نفرین در گذشته هم مرسوم بوده یا نه اساسا در آموزه های دینی ما نفرین جایگاهی دارد یا نه؟ آیا این نفرین حضرت زینب سلام الله علیها اثری هم برای کوفیان داشته یا نه؟ نداشته. قطعا سوال اول خب سوال سنگین و پاسخش مطالب زیادی را می طلبه پیامبر اکرم صلوات الله علیه چندین مورد برخی ها را نفرین کرده امام علی علیه السلام تعدادی را نفرین کرده که در نهج البلاغه وجود دارد برخی از نفرین های حضرت یا امام... در خود حادثه آش... روزی که امام حسین داره می جنگ قبل از جنگ اینجا هم یک سری جملاتی که محتوایش نفرین دشمن ها دقیقا حتی کلمات امام حسین علیه السلام شبیه کلمات زینب سلام الله علیه های یعنی در حقیقت زینب سلام الله علیها همون نفرین برادر را به عبارت دیگر نسبت به کوفیان بیان درست. کرده است اونجا شامیان و کوفیان همه بوده در روز آشورا درست. اینجا مخصوص کوفیان هست مخاطب زینب سلام الله علیها کوفیان هست درست به هر صورت این مسئله سابقه داره و در سیره پیشوایان دین ما وجود داشته اما آیا نفرین زینب سلام الله علیها اثر داشته یا نه؟ قطعا اثر داشته شما اگر تاریخ کوفره و ماجرای کوفیان را ملاحظه بکنید قطعا به این نتیجه می رسید که در اثر نفرین امام حسین علیه السلام و نفرین زینب سلام الله علیها این وضعیتی که بعد از آشورا بر کوفیان آمده است و در سالیان بعد بسیار زیر ظلم و ستم قرار گرفتن قطعا به خاطر اون نفری نیست که زینب سلام الله علیه ها انجام داده از باب نمونه در سال 57 و عبد الملک مروان حجاج بن یوسف سقفی را به عنوان حاکم کوفه معرفی میکند و حجاج میدانید که چقدر 57 فرمودید یا 75 درست 75 خیلی جنایات زیادی را مرتکب شده لذا در خود کوفه جنایاتی که مرتکب شده حجاج طبیعی است که مورد نفرین زینب سلام الله علیها قرار گرفته بودن و اثر گذاشته و شما باز در جنگ ها و قیام هایی که اتفاق افتاده بعد از حادثه کربلا بیشترین مرکز جنگ و قیام ها کوفه بوده, کوفه بوده و طبیعی است که در یک منطقه در یک شهری که مورد تاخت و تاز قرار میگیره آسیب های زیادی را باید متحمل شوند که این بر اثر نفرین زینب سلام الله علیها بوده است البته خب یک بخشش هم پیامده های عمل کرده خودشان هم بوده قطعا چی, چی کاشته آنچه که کاشته همون درو کرده باید درو بکنه بله و طبیعی که هم عمل کرده خود اونها بلی. و هم نفرین امام حسین علیه السلام و نفرین زینب سلام الله علیها خصوصا نفرین زینب چرا برای اینکه آه مظلوم بله. قطعا دامنگیر ظالم, ظالم و ستم جز سنت های خداوند الهی است احسان بله خب حالا اگر یک مقدار پیش بریم با توجه به اینکه آخرین جلسه که ما در با این موضوع در خدمت شما هستیم اگر قدر بیشتری از این جملات بی بی زینب رو برای ما بازگو بفرمایید بسیار خوشحال میشه اساسا عرض کردم که خطبه حضرت زینب سلام الله علیها حدودا چهار فراز بیشتر نیست بلی. فراز اولش در برنامه قبل اشاره شد فراز دومش میفرمایه اتبکون فلا رقعت دمع ولا هدعت رن میگه آیا شما گریه میکنید در برخی منابع هست که آیا شما برای ما گریه میکنید یک سوال انکاری هست دوست. یعنی که شما اشک تمساح میریزید خداون اشک چشم شما را نخشکانه و آه و ناله شما را قط نکنه, قط نکنه. این نفرین زینب سلام الله علیه هاست که در این فراز بیان میکنه خب خیلی جالبه که حضرت توجه داره به این نکته که حتی اونهایی که خب دو دسته چندین دسته بوده در روزه که زینب سلام الله علیه ها خطبه میخوانده یک عده حلحله هل و شادمانی میکردن طرفداران بنی امیه شادمانی میکردن در کوفه در کوفه یک تعداد هم گریه می کردن شاید حتی همون گریه کنندگان هم یک نوع اشک تمساح رخته و یا اگر واقعی هم بوده گریه بعد از عمل کرده زشت و ناروایی بوده که زینب سلام الله علیها فرموده که شما بعد از اون عملی که آمدید از یزیدیان پیروی کردید. پیروی کردید و به اونها کمک کردید در شهادت برادرم حسین ابن علی شما شرکت داشتید الان اشک میریزید لذا حضرت به شدت اونها را مورد نکوهیش قرار میده و در حقیقت اونها را نفرین میکنه هست حکایت از دل پردردی است که بی بی زینب کبرا از کوفیا داشته قطعا همینطوره و با این کلام حضرت میخواسته که یک نوع آگاهی بده برای مردم و اونها را متوجه عمل بکنه که شما چی کار زشت که البته باز به نحوی تکرار میکنه از زینب سلام الله علیها چند نکته را حضرت تکرار کرده بقید. یعنی که تکرار نیست در واقع یعنی تاکید کرده رویش یکی همین گریه کوفیان که باز در فرازی بعدی باز هم حضرت روی این گریه اونها تکه داره درست. یکی دیگر نکوهش اونها درست قطعا این لابد به اقتضای حال بوده یعنی وقتی وضعیت اونها رو میدیده واکنش اونها رو حضرت به سخنان خودش می دیده به هر صورت حضرت این قسمی سخصوصی قطعًا سخصوصی قطعًا اون قطعا اون شرایط سخنران و مخاطب کاملا دخیل بوده در این کلمات حضرت درست اوزر هستم یک درنگی داشته بود خدمت شما ادامه بحث دعوت میکنم به دیدن میان برنامه آشق فقط به دیده گریان دلش خوش است هجران زده به حال پریشان دلش خوش است عشق است هرچرا به پسندی برای من دل دادت به غربت و هجران دلش خوش است گفتی بسوز در غم من ای بروی چشم دل سوخته به لذت درمان دلش خوش است با فقر محض آمدنم ای بو نقص نیست وقتی که مور هم به سلیمان دلش خوش است محتاج یک نگاه کریمانه تو هم قهتی زده به قطره باران دلش خوش است در پشت در نشستن من به دلیل نیست سائل فقط به لطف کریمان دلش خوش است با دست مهربان خودت لقمه بگیر خیل گدا و لقمه از نان دلش خوش است اینجا بسات شاه و گدا فرق می کند. اینجا خود کریم به مهمان دلش خوش است گیرم که خوشک هم بشود چشم نوکرت بر ابر رحمت تو کماکان دلش خوش است می گفت عاشقی که زیارت نرفته بود تنها به لطف شاه خراسان دلش خوش است وقتی دلت گرفت فقط فبک للحسین نوکر رو به روزه شه اتشان دلش خوش است ای شهریار نیزنشین آیه بخوان دردانت به آیه قرآن دلش خوش است سلام عرض میکنم خدمت او دست از بینندگانی که تازه به جمع ما پیوستن بله شما بیننده برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم از تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری هستید موضوع گفتگوی امشب ما هم نگاهی به خطبه بی بی زینب کبرا سلام الله علیها در کوفه است مثبت 964 780 255 هم که پول ارتباطی شبکه با شما عزیزان هست شما میتونید از طریق واتساپ و تلگرام ما مرتبط شوید و در باره ای برنامه و دیگر برنامه های تلویزیون جهانی هادی هر نوع صحبت و سخن و نقد و سوالی دارید ما به دیده منت میپذیریم و مشتاقانه منتظر هستیم اجازه بدین که بحث دنبال کنیم و برگردیم خدمت کارشناس محترم بله جناب فرفسی شما, شما نکته ای رو میخواستین بفرمایید که ما به خاطر درنگ داشتیم و میان برنامه صحبت شما قطع شد مشنویم. بله خدمتتان عرض بکنم که فراز سوم خطبه حضرت بله در حقیقت تشبیه میکنه مردم کوفره به پیرزنی که میریشته و بعد پنبه میکرده دوباره میرشته کارش این بوده یعنی یک کار بیهوده رحمتهای خودش هدر دادن حضر داداً جملة إِنَّمَا مَثَلُكُمْ كَمَثَلِ الَّتِي نَقَزَدَ عَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ انكاس تَتَّخِذُونَ أَيْمَانِكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ خيلي جالبه قسمة أمده ان تمثيل از قرآن كريم گرفته شده که زینب سلام الله علیها نشان میده که در اون شرایط بحرانی و حساس چقدر دقیق روی آیات قرآن تکیه داشته که در سوره مبارکه نهل آیه 99 این آیه آمده که مثال کسانی که نقض عهد میکند کسی که عهد میبندد و عهدش را میشکند کسی که تخلف میکند از عهد و پیمانش این آیه درباره اونها آمده ولی زینب سلام الله علیها دقیقا همین آیه را برای اونها میخوانه که ای مردم کوفه شما نقص پیمان کردید شما یک عمل بیهوده انجام دادید چرا بیهوده؟ برای اینکه اگر باز تاریخ کوفیان را در قضیه آشورا ما ملاحظه بکنیم واقعا هیچ چیزی گیر اونها نیامدن من شاید در برنامه قبلی به این نکته اشاره کردم که نه از لحاظ معلومنال و چیز گیر کوفیان, کوفیان, آمد. و نه مقام و منصب گیرشان آمد خب بالاخره یا برای دنیایشان باید تلاش میکردن آمد. میگفته منفعت داره یا به مقام میرسیدن یا برای آخرتشان خب در آخرت هم خسرت دنیای و آخرت شدن کسی که کسانی که در رکاب یزید در مقابل امام زمانشان حرکت بکنن و او را به شهادت برسانه قطعی است که قطعا در جهنم جای اینها جز اون ای که توفیق داشتن و از این جمع از این سواد اعظم خودش جدا کردن و عاقبت به خیر شدن قطعا همون هایی که خب بالاخره حضور داشتن زینب هم روی سخنش با اینهای بله. که شما یک کار بیهوده انجام دادید هم اق... نقض عهد کردین بله. پیمانی که با مسلم ابن عقیل بستین پیمان شکستین نامه هایی که نوشتین به برادرم امام حسین بالاخره در مفاد اون نامه ها پیمانی بود که شما تعهد بسته بودین همه اینها را هلی. پشت پا زدین و شما یک کار بهوده ای انجام دادین کار شما همانند اون پیرزن است که این کار انجام داده در شهر نزول همون آیه مبارکه بالاخره یک خانومی بوده خانومی که تعداد کنیز اینا داشته به نام رایته یا ریته همواره کارش این بوده یک تعداد جمع کردن پشم میریشتن و بعد دوباره پنبه میکردن و باز دوباره اثر همون ها رو میریشتن و این یک کار بیهوده است که زینب سلام الله علیها مردم کوفه را به آن تشبیه میکنه ها. و اما فراز چهارم کلام حضرت باز اینجا نکات جالبی داره که در حقیقت مردم کوفه را از لحاظ جامعه شناسی و از لحاظ شخصیت شناسی انها را باز هم معرفی میکنه هم تشبیه میکنه و هم معرفی میکنه ویژگی های اینها را برمی شماره و هم اینها را باز تشبیه میکنه که عرض میکنم جمله اینه الا و هل فیکم الا سلف و نتف و صدر شنف و ملق الاما و غمز الاعدا او کمرعن علا دمنتین او کفزت علا ملحوده این جمله کوتاه حضرت که تقریبا آخرین کلمات حضرت هست و نزدیک به پایانی هست داره. اولا با الله شروع میشه الا الا هم تنبیه هست و هم هشدار است در ادبیات عرب هل هم یک جمله است که باز در ادبیات عرب برای استفهام انکاری هست در حقیقت میگه مخاطب را باید تصدیق بدون درنگ بکنه یعنی درخواست تصدیق بلا درنگ وقتی اینه بخواد متکلم باید با حل شروع بکنه و زینب سلام الله علیها هر دو کلمه را اینجا استفاده کرده خوب در چنین شرایط علما دانشمندان کسانی که این جملات حضرت را متوجه هستند میدانند که چقدر سنگینه که در چنین شرایط حساس یک انسان دقیقا نکات ادبی را هم توجه بکنه نکات قرآنی را بهش توجه بکنه و همچنین تشبیهاتی که خیلی مهمه این تشبیهات را هم بهش توجه بکنه زینب سلام الله علیها مردم کوفه را به چند ویژگی برایشان بیان میکنه که دقیقا این ویژگی در وجود اونها بوده است در هر جامعه ای که این ویژگی ها باشد اون جامعه رو به افول رو به ازمهلال هست در برخ کشورهای اسلامی و خصوصا در کشور ما این ویژگی ها کم و بیش وجود داشته و وجود دارد زینب سلام الله علیها مردم کوفه را میگه که شما مردم لافزن هستید به تعبیر ما پف و پتاق میکنید شما بین خیلی جالبه که از ویژگی های اینا بوده که خیلی پف میکرده باد هوا به اصطلاح بله. کاری را که در توانشان نبوده به خود لاف میزاده، لاف و, و گذاف میکرده، می این یک ویژگی بله. که الا صلف به معنای لاف و گذاف هست، یعنی پف کردن و بی جهت خود را متح کردن و سنا کردن هست بله. دوم، سینه های پرکینه دارین شما یکی دیگر از ویژگی هایی که زینب سلام الله علیها برای کوفیان برمی شماره این که شما سینه هایتان پر از کینه هست کینه نسبت به همدیگر دو طائفه دو قوم با همدیگر یکی نیستین همون بوده که آبشان به یک جوی نمی رفته نمی رفت و همیشه رفت. چند دستگی در بین اون مردم بین اونها بوده و این دقیقاً حاکی از اینه که زینب سلام الله علیها چه قدر دقیق اون مردم را از شناخت داشته ارزمینه که جامعه که اقوام مختلف به جان هم بیفته جامعه که یک قوم بر قوم دیگر ستم بکنه و ظلم بکنه جامعه که انحصار طلبی یک قوم بر او حاکم باشه و اقوام دیگر را نادیده بگیره طبیعی است که شبیه مردم کوفه سرنوشت خواهد بود. سرنوشت سرنوشت هم جز سرنوشت مردم کوفه چیزی دیگری در انتظار قومی که نسبت به همدیگر کینه عداوت و دشمنی داشته باشه جالب جناب استاد که تصوری که اینجا از پس کلمات و تعابیر حضرت زینب درباره مردم کوفه برای ما ایجاد میشه یعنی شناختی که ایجاد میشه این تصور و این معرفت گویا در نزد بزرگان مسلمان ها بوده وقتی که امام زمان امام, امام حسین علیه السلام عازم کوفه میخواه شوه بعد از دعوت کوفیان بسیاری از بزرگان میاید امام حسین من میکنه میگه مگه نمیشناسی مردم این مردم با پدرت چکار کرد با برادرت چکار کرد یعنی پس چون این تصوری بسیار رایج بوده از مردم کوفه که قطعا. اونها چون این وضعیتی داشتن و چون این وضعیت ای اونها را امام حسین علیه السلام میدانسته اما به خاطر اون تکلیف الهی حالا اون بحث دیگه هست دیگه و اون بلد. نامه هایی که بلد. بوده برای اینکه بینندگان درست. گرامی ذهنیت برایشان خلق نشوه به عنوان یک تکلیف الهی پاسخ یعنی جواب اونها را پاسخ مثبت داده سوال اونها را پاسخ مثبت داده داره. و حرکت کرده لذا بلد. امام حسین هم میدانسته که اینها مردم بی وفا و این ویژگی هایی که درست. زینب سلام الله علیه ها برای اونها بر می شماره امام حسین علیه السلام قطعا می درست. درست همینجا بازم یک درنگی داریم معاوض می کنم بر بعد از دیدن یک میان برنامه دعوت می کنم به تماشای میان برنامه السلام علیکم یا اهل بیت در دروازه ورودی شهر است و ازدهام برپا شده دوباره حیاهوی انتقام این ازدهام هلهله ها بی دلیل نیست یک کاروان سپید رسیده به شهر شاه یک آسمان ستاره آتش گرفته بود یک کاروان شرار و غمهای ناتمام در این دیار هل هل و پای کوبی است انگار رسم تسلیت و ارزه احترام چشمان خیره و حرم آل فاطمه سرهای روی نیزه و سنگ از فراز با خاکستر است تحفه پسکوچه های شهر بر های سلسله شد آتش التیام بر ساحت مقدس لبهای پرپری با سنگ کینه سنگ دلی میدهد سلام پیشانی شکسته و خونی که جاری است بر روی نی خزان شده چهره امام با کینه علی همه شهر آمدند برپا شده دوباره هیاهوی انتقام بله در روزهای آغازین ماه سفر هستیم ماه سفر وقتی که شروع میشه یک سری خاطرات تلخی که درباره اسرای اهل بیت اتفاق افتاده به ذهن ها خطور میکنه از ورود اسرا به شام و ماجراهای دیگر و امروزه با ورود به ماه سفر آهنگ پیادهروی اربعین هم به صدا در میاد و صدای پای دلدادگان امام حسین علیه السلام و سلام که از گوشه و کنار دنیا چی با پای و پیاده روی واقعی و چی با پای دل و با جان دلشان روانه کربلا میکنن و همه ذهن ها هرچی از امروز به بعد به اربعین حسینی نزدیکتر میشیم همه توجه ها متوجه اون کانون جهانی میشه اون قبلگاه اشاق از خدا می که امسال همه آرزومندایش به آرزو برسانه و مخصوصا و عزیزایی که ای افتخار نصیبشان میشه و میتونن که در او سرزمین برن و تنفس کنن اونها در یک موقعیت استثنایی قرار میگیره دیگرها را فراموش نکنه مخصوصا جامانده ها را البته الان خیلی زود است که ما از جامانده ها حرف بزنیم همه کسایی که آرزو من هستند یا آرزویشان بسیار و صورت قوی پررنگ هست که برسن به آرزو ما هم دعا میکنیم که همه به یا آرزویشان برسه برمیگردیم خدمت کارشناس محترم جناب استاد فصیحی بله دو سه تا جمله پایانی که از خطبه کوتاه بی بی زینب کبرا مانده و آخرین فرصت این گفتگو با این موضوع که در خدمت شما هستیم خواهش بله همون گونه که عرض شد ما فراز چهارم خطبه بی بی زینب سلام الله علیها را برای بینندگان گرامی عرض می بله دو تا ویژگی کوفیانه که حضرت برای اونها بیان کرده است یکی لاف و گذاف و بهوده خود را مدح کردن و یکی هم سینه های پرکینه نسبت به همدیگر داشتن داشتن بله یک جامعه که اقوام مختلف نسبت به همدیگر سینه های پرکینه داشتن و به کوچک و بزرگ زن و مرد همدیگر رحم نمی کردن سر می بریدن و خیلی کارهای دیگر که زینب سلام الله علیها این ویژگی را مخصوص کوفیان میدانه ولی در بسیاری از کشورها متاسفانه همین خصلت و این صفت گاهن دیده میشه بله صفت سوم و ویژگی سومی که حضرت بیان میکنه صفت چاپلوسی به ظاهر هست که پیش رو و ظاهر تملق گویی و گویی و چاپلوسانه برخورد کردن هست میفرماید که شما مردم آدمای چاپلوسی هستید که در مقابل کسانی که میبینید یک کمی زور داره بالاخره باید تعظیم چا دست بکنید چاپلوسی بکنید دست به سینه شوید و تملق بکنید و همین گونه هم بود حتی در همون زمان و حتما بینندگان گرامی میدانند که موقعی که مسلم ابن عقیل در مسجد وارد شد مسجد پر از جمعیت بود وقتی خبر رسید حتی مردم داخل مسجد بودند در گوشی با همدیگر صحبت کردند که ابن زیاد وارد کوفه شده بالاخره بعد از نماز مغرب و عشا کسی باقی نمانده بود جز مسلم ابن عقیل یک کو تنها خب طبیعی است که به خاطر تملق و چاپلوسی خواستن که صحنه را ترک بکنن که مبادا بله. ابن زیاد متوجه شود این صفت چاپلوسی و تملق نسبت به زورمندان و زور گفتن نسبت به زیر دستان و مظلومان این از اوصافی است که زینب سلام الله علیها برای کوفیان, کوفیان بیان میکنه بله. جاسوسی در باطن خبرچینی سخنچینی که در حقیقت همون جاسوسی هست بازم از صفات دیگر و از ویژگی های دیگر مردم کوفه است که زینب سلام الله علیها به اونها نسبت میده و کسی همه اعتراض نمی کنه و دقیقا گویا که یک جامعه شناس ماهری چون این مطالبی را برای شاگردانش بیان میکنه و با دلیل و سنت بیان میکنه و لذا طرف ساکت می شود زینب سلام الله علیها میفرماید شما در باطن انسان که سخنچین انسانهای جاسوس هستید بعد دو تا تشبیه میکنن در پایان همین فراز بعد از معرفی اونها و برشمردن ویژگی های اونها دو تا تشبیه دارد که باز هم خیلی جالبه معنادار است بسیار معنادار است خواهش میکنم بینندگان گرامی این دو تا تشبیه زینب سلام الله علیها مردم کوفه را دقت بکنند اولین تشبیهش اینه که ای مردم کوفه شما همانند علفزاری که ریشه در لجنزار دارد میمانید ظاهر علف خیلی سرسبز و زیبا بله. چشم نوازه دیگر بلد. اما باطنش ریشه هایش در لجنزاره حضرت مردم کوفه رو این گونه معرفی میکنه که ظاهر شما آراسته و زیبا و چشم نواز به نظر میرسه زایر و سلاحید اما باطن شما پر از لجن هست ریشه های شما در لجنزار هست خب الان شما ببینید برخی از کشورها متاسفانه که شعار آزادی شعار دموکراسی و خیلی شعارهایی که دهن پرکن هست میزنن بله. اما در عمل میبینیم که چی جنایاتی را نسبت به بشریت مرتکب می شود اینها همونایی هستند که به ظاهر خود را طرفدار حقوق بشر و آزادی می دارند اما ریشه هایشان در لجن هست عملشان خلاف اون شعب. ظاهرشان خیلی آراسته و زیبا و بله. به اصطلاح خیلی آرزو می کنند که کاش ما هم همانند اینها شویم ولی ریشه هایشان بله. در لجنزار هست این تعبیر به نظرم تعبیر زیبایی است که زیباترین تعبیر است که زینب سلام الله علیها برای افرادی می‌کند که ظاهر آراسته داشته باشد و باطن کثیف داشته باشد این یک تشبیه بله تشبیه دومی که زینب سلام الله علیها مردم کوفه را می‌کند میفرماید شما همانند نقره میمانید بر روی قبرهای که از نقره پوشیده شده ز... در شا... اون, در اون زمان بله. مرسوم بوده لابد که اونهایی که پولدار بودن ثروتمند بودن قبرهایشان را نقره پوش میکردن در بعضی ادیان در برخ ادیان ظاهرش چون قبر کافر پر هلال احسن این اینطوری بالاخره ظاهر آراسته و قبر خیلی زیبا قشنگ بله. اما داخلش خب قهرن که مارو و مور و و گرفتاری هایی که انسان های کافر و مشرک داره و حتی انسانی که ظاهر و صلاح باشد به اصطلاح عمل ناشایست انجام بده به ظاهر به گونه باشد و در باطن به گونه دیگر باشد این تشبیه زینب سلام الله علیها اونها را شامل می شود ای بسا اشخاص با جامه سفید صد بتر از امرعاس و از یزید ظاهرش چون بوزر و سلمان بود باطنش همچون ابو سفیان بود در حقیقت زینب سلام الله علیها مردم کوفه را تشبیه به قبری که ظاهرش نقره پوش است و در داخلش ان کثیف جنایتکاری خوابیده است یعنی میشه گفت که از این دو تا تشبیه یک جمله یا یک صفت دیگر میشه به دست آورد که اینها منافق بودند دیگه دوچار نفاق بودند اگر با ادبیات قرآن بخوایم حرف بزنیم یعنی اینکه اونها دوچار نفاق بودند و همین انسانی که ظاهرش گونه ای باشد و باطنش به گونه دیگر خب مصداق اتم منافق است و صفت نفاق در وجود او بیش از همه هست و حضرت دقیقا اون چی که مردم کوفه در شعنشان بوده زینب سلام الله علیها در اون شرایط حساسی که فرصت صحبت کردن برایش خیلی زیاد نبوده خود نمیخواسته که اضافه گویی بکنه بلد. حق مطلب را میخواسته زینب سلام الله علیها ازش استفاده بکنه و بهره ببره و فرصتی چندان زینب نداشته در محاصره نظامی دشمن قرار داشته بله. حتی کلمه ای کلمه که زینب سلام الله علیها انتخاب کرده است چی از آیات قرآن و چی از روایات جد بزرگوارش پیامبر اکرم صلوات الله علیه همه حساب شده بوده که بالاخره این فراز چهارم فراز پنجم هم جمله هست که باز هم با اگر کوتاه بیان بفرمایید که پایانه وقت وخ... باز هم یک سری ویژگی ها و خصوصیات را بیان میکنه و اونها را نکوهش میکنه زینب سلام الله علیها که شما چه کار بدی کردید برای آخرت خود جهنم خریدید دنیای خود را از دست دادید آخرت خود را از دست دادید اونها را بالاخره یک مقدار متوجه خودشان می سازه بعد ویژگی های امام حسین برادرش را بیان میکنه می, کنه. می فرماید که ای مردم ای مردم کوفه شما چه کسی را به شهادت رساندید جمله خیلی زیبا هست که از همون کلام پیامبر اکرم صلوات الله علیه استفاده می کنه که شما سرور جوانان بهشت را به شهادت رساندید ببینید مردم شنیده بودن زیادم شنیده بودن این جمله را خب انتخاب زینب از کلمات و چینش کلمات به نظرم بسیار ماهرانه و دقیق بوده که از میان همه خوبی ها و صفات برجسته امام حسین علیه السلام یکی چراغ راه شما بود امام حسین اینکه سرور جوانان بهشت بود هر دو از کلمات پیامبر در حق پیامبر اکرم در حق, امام حسین در حق امام حسین هست مردم را متوجه می سازد که شما چه کسی را به شهادت رساندید چه قدر زیبا و ماهرانه با چینش کلمات و بیان کلمات جمله اول پیامبر اکرم اینه که ان الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه بله الحسین مصباح الهدى و سفینه و النجا کلمات دربار پیامبر اکرم صلوات الله علیه درباره نواسه اش امام حسین علیه السلام هست مردم را متوجه این مسائل می سازه و لذا بعد از این کلمات کوتاه مردم چنان فریاد و ناله برمی که نالهشان بیشتر می شود گریه هایشان بیشتر می شود و بعد در متح همین راوی که در ابتدا عرض باید. کردم که این خطبه کوتاه و جانفزا را و زیبا را و حساب شده را باید. از زینب سلام الله علیها رو روایت کرده است در پایان میگوید پیرمرد را دیدم که میگفت شما خاندان نبوتید شما پیران شما جوانان شما کودکان شما از خوبان است و عشق میریخت و گریه میکرد و ناله میکرد درود بر شما بسیار سپاسگزار هستیم جناب استاد فسیح بزرگوار که در این چند جلسه ما رو از اون صفایی که در کلام بی بی زینب کبرا بود بهرمند کردید امیدواریم که در او دنیا انشالله که این صحبت ها و این استفاده ها بهره داشته باشه و ذخیره شه و برای آخرت ما و شما بسیار سپاسگزار هستیم عشاند. که در این برنامه شرکت کردید باز هم امیدواریم که شما را در تلویزیون جهانی هادی با موضوعات عشاند. دیگر در امی برنامه, برنامه با وقتی بیداری باز هم زیارت بکنیم از شما بینندگان عزیز و گرامی هم سپاسگزار هستیم که با حوصله مندی برنامه را همراهی کردید با ما تا پایان برنامه همگام و همدل بودید همراه با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام المسلمین استاد فسیحی غزنوی شب خوب و خوش و آرامی را برایتون آرزو میکنم شبتون خوش خداوند یار و نگهدارتون